بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران عزیز، عبادت کنندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. قبل از هر چیز از خدا میخواهم که طاعات و عبادات ما را قبول کنند با فضلشون و با رحمتشون. دیروز صحبت کردیم در مورد اینکه شعارمون این باشه که اصل ما امر الله به ان یوصل، که صفات مؤمنان بود که اون چیزی که خدا امر کرده به انجام دادنش، به وصل کردنش، من هم اونو انجام بدم، بایستی وصل کنم. صحبت از صله رحم شد و صله رحم گفتیم که یعنی خوبی کردن به خویشاوندان. خب در مقابل وقتی که انسان کاری را انجام میده، حتما این کار یه سری فواید برای انسان داره. هیچ وقت خداوند به کار بیهوده ما را دستور نمیده، کاری که هیچ فایده‌ای برای انسان نداشته باشه، برای دینش و دنیاش آخرتش فایده‌ای نداشته باشه، ما را به اون امر نمیکنه. خدا از این کار پاک و منزه است. حالا ببینیم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسی که این دستور خدا را عملی میکنه چه پاداشی در نظر گرفته شده. اولین پاداشش میفرماند که من احبه، کسی که دوست داره رزق و روزی زیاد شود چیکار کنه؟ به خویشاوندانش خوبی کنه. از اسباب برکت یافتن رزق و روزی انسان احسان به خویشاوندان هست، از اسباب هست. خدا برکت میده در زندگی فردی که اولا خویشاوندانش رو دوست داره، یعنی فردی است که اهل خیر هست، اهل محبت هست، اهل دوستی است، مردم رو دوست داره. کسی که خویشاوند خودش رو دوست نداشته باشه، اصل خودش رو دوست نداشته باشه، حالا هر ادعایی کنه که محب دیگران هست، دیگران رو دوست داره، خدا را دوست داره، پیامبر رو دوست داره، عمل خیر رو دوست داره، دین رو دوست داره، اینها میشه مثل یک ادعایی. تا زمانی که انسان اصل خودش رو دوست نداشته باشه، اون چیزی که از خودش به وجود اومده دوست نداشته باشه، چگونه شما خدا را ادعا میکنید که دوست دارم؟ پس برکت در رزق و روزی به وسیله صله رحم هست، همون گونه که آرامش در این صله رحم هست، آرامش روحی. وقتی یک خانواده در اون محبت و الفت هست، پدران، مادران، فرزندان همه با هم خوب هستن، ببینید که چه وضعیتی هست در این خانواده، چه لذتی است، آرامش. خب این وجود آرامش یک نعمت بسیار بزرگ است که انسان در زندگیش آرامش داشته باشه، با فرزند خودش، با پدر و مادرش، با برادرانش. خب اینا بزرگترین نعمت هست. ببینیم واقعا الان سر سفره نشستیم، پرونده اونی که این باز کنیم، سبک سنگونی کنیم، ببینیم واقعا در این امر موفق بودیم. اگه کوتاهی داشتیم تا حالا به خاطر اینکه و میخواییم رزق و روزیمون برکت پیدا کنه، به خویشاوندانمون خوبی کنیم، در رأس اونها پدر و مادر یا فرزندان. این یکی. دومی، پیامبر میفرماند که کسی که رحم خودش رو خوبی نمی کنه بهش، به خویشاوندانش احسان نمی کنه، به بهشت نمیره. خداوند وقتی که امر میکنه به عبادت خودش، بعد حق پدر و مادر رو میاره. وقتی انسان به پدر و مادرش خوب نیست، خب دیگه چه خوبی میخواد از او بزنه، سر بزنه؟ بس لا يدخل الجنه قاطع رحم، قاطع رحم بهشت نمیره. عمل انسان انجام میده، الان روزدار هستیم، پای سفره افطار نشستیم در کنار فرزندان،
روزه گرفتیم، تشنگی کشیدیم، گرسنگی کشیدیم و به امید این که خدا از ما قبول کنه بریم در اون دنیا هم انسان بره به بهشت، اما در اینجا مرتکب یک گناهی شدیم که نمیذاره این اعمال ما را به بهشت برسونه. اگه الان در بین ما و پدر و مادرمون چیزی هست فوری از بین ببریم، با فرزندمون یه ناراحتی داریم اون از بین ببریم، سر سفره افطار هستیم، مودت و الفت بایستی به وجود بیاره. اصلا طاعات و عبادات کارشون اینه که این قلب انسان رقیق میکنه، بنده خدا میکنه و نسبت بندگان خدا هم خوبی میکنه. اگه در طاعات و عبادات این دو نباشه، یعنی بندگی برای خدا و احسان بندگان خدا نباشه، که ارزش نداره. سومین پاداشی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادن اینه که انسان وقتی خوبی میکنه به خویشاوندان، صدقه میده، دو اجر داره. یکی اجر صدقش هست، یکی اجر هم این که به خویشاوند خودش کمک کرده. وقتی به کسی که دورتر هست شما کمک میکنید، خب یک اجر دارید، اجر صدقه تون هست، اما نسبت به خویشاوند دو برابر میشه، اجر دو برابر میشه. کسی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که دو گناه هست که در دنیا قبل از آخرت انسان حتما نتیجه اونو خواهد دید، یکی ظلم هست، یکی هم نافرمانی پدر و مادر، بد بودن به حق پدر و مادر. انسان این دو گناه در این دنیا قبل از آخرت نتیجهش رو میبینه. کسی که ظلم کنه به دیگران نتیجهش رو خواهد دید در این دنیا قبل از آخرت. کسی که به پدر و مادرش بد باشه در این دنیا قبل از آخرت پاداش رو خواهد دید. همون کاری که با پدر و مادرش کرده بود فرزندانش باش خواهند کرد. وقتی میبینید که پدری فرزندش باش این گونه است، بدونید که این پدر با پدرش همین گونه بوده و همینطوری خواهد بود. تون کی که دست بکشه، یکی از اونها باعث دست بکشد، وقتی دست کشید خدا پاداشش خواهد داد. صله رحم ایجاد محبت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تحاد فإن الهدية تذهب وحر الصدور. هدیه بدید به هم دیگه که هدیه اون گرمی که اون کینه ای که در سینه هاست از بین میبره. وقتی خویشاوندت محتاج هست، نیازمند هست، شما هیچ کمکش نمی کنید، انتظار دارید که محبت شما داشته باشن، دستشون بره بالا برات دعا کنن، بلکه امکان داره مورد نفرین و لعنت قرار بگیری. و آخریش میدونید که هر کس نسبت به خویشاوندانش خوب باشه، خدا اونو هیچ وقت خوار و ذلیل نخواهد کرد. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از غار حرا برگشتن گفتن که فوالله لا یخزیک الله ابدا، سوگند به خدا الله تو را خوار و ذلیل نخواهد کرد. چرا؟ صفاتشو میگه. تو چه کار انجام؟ یکی از اینها بود که انک لتصل الرحم، اولین چیز اینه که تو صله رحم انجام میدی، نسبت به خویشاوندانت خیلی خوب هستی، مهربانی، مؤدبی، حق اونها رو ادا میکنی. امکان نداره کسی که این صفات داشته باشه خدا اونو خوار و ذلیل کنه. و انتظار نداشته باشیم بحث احسان به خویشاوند میشه که اگه اونها خوبی کردن ما خوبی کنیم، اونها بدی کردن ما بدی کنیم. نه، ما بایستی همیشه خوبی انجام میدیم، به خاطر پاداش مردم که نمیدیم. اگه اونها خوبی کردن ما خوبی کنیم، یعنی پاداش بهشون دادیم. اما ما همیشه خوب باشیم، همیشه خوبی کنیم، اونها قدرشو بدونن یا ندونن، شما وظیفه خودتون انجام میدید،
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شما پاداش و تشکری را از اینها نمیخواید، از خدا میخواید، چون دستور خداست ما انجام میدیم. حالا اونها تشکر کنن، تشکر کردن نکردن، ما اجر و پاداش از خدا میخواهیم. همون گونه که اجر و پاداش روزمون از خدا میخواهیم، اجر و پاداش باقی کارها را از بندگان خدا نخواهیم، فقط از خدا بخواهیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تقبل الله صیامکم.